آقای افشاری، چطور میشود سعید جلیلی رو اصطلاحاً فروخت به برشک افکار عمومی یا حداقل اونهایی که اهل معامله هستن؟ از همین الان حملات علیه شروع شده. بعضی حتی سابقه ایشون رو به تمسخر گرفتن، گفتن اینکه میگن 2 دهه سابقه دیپلماتیک داشته، ایشون بخش عمده‌ش ایشون از وزارت خارجه بیرون کردن، رفته به دفاتر وابسته به رهبری اونجا مشغول شده، بعد دوباره برگشته چند سالی کار کرده، تز دکتراش رو دیپلماسی خارجی پیامبر بوده، الان مدرس دیپلماسی پیامبر در دانشگاه امام صادق. چگونه میشه چنین فردی رو برشک به همین معامله کنندگان سیاسی فروخ؟ حالا افکار عمومی به جای خودش، منظورتون مثلا به روحانیت هوادار نظامه یا مجموعه اون افرادی که برشک قراره که نهایتا به همین توافقی برسن که الان نرسیدن هنوز که امکان برشک برشک الان خود آقای ولایتی، آقای قالیباف، آقای حداد اینها صحبته کردن، گفتن آقای جلیلی رو میپذیریم که بیا در 2+1. هنوز بحث بر سر این نیستش که کنار برن یا حتی تمایلی نشون بدن بخوان برای جلیلی عقب نشینی بکنن. واقعش اون اراده‌ای که تا الان جلیلی رو به اینجا رسونده اراده‌ای نیست که خیلی بخواد اقناع بکنه دیگران رو. یعنی خیلی روشن هست که با همین معیارهای داخل نظام آقای جلیلی امتیازهای خیلی کمی میگیره، نه تنها نسبت به این 3 نفر، به نیمی از کسایی که رد صلاحیت شدن. یعنی شما اگر بخواد شاخص‌های داخل خود نظام جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرید، یه آدم‌هایی مثل حتی زاکانی امتیازش حالا خیلی کمتر از جلیلی نمیشه، ولی مثلا آدم‌هایی مثل سعیدی کیا، مثل فلاحیان، اینا که رد صلاحیت شدن، اینا بیشتر از جلیلی امتیاز می‌گیرن. آقای جلیلی به درستی گفتید شما، ایشون ابتدای ورودش به وزارت خارجه در بخش اطلاعاتی وزارت خارجه بوده، دفتر بازرسی بوده، کار دیپلماتیک انجام نمی‌داده، بعد یه دفعه سریع اونو ارتقا میدن، که البته نقل هست که آقای خامنه‌ای در جلسه ای خیلی خوشحال گفته این آقای جلیلی کشف منه و از افتخارات خودش میدونه که چنین استعدادی رو به هر حال کشف کرده. جلیلی به هر حال میاد میشه معاون آمریکای شمالی وزارت خونه، 1 سال بوده، دوم خرداد میاد بیرون، در طول 8 سال در بیت رهبری کار میکرده، دوباره در دوره احمد نژاد برمیگرده، خاتمی بیرون، بله، از همون 8 سال ایناشون توی بیت رهبری بوده. و جالبه که ابتدای کار احمد نژاد ایشون رو میخواست بکنه وزیر خارجه، آقای خامنه ای مخالفت کرد، گفت ایشون سابقه لازم رو نداره. منتها وقتی که اومد تو شورای امنیت ملی دیگه روابطش با احمد نژاد تیره شد. ببینید شما نگاه بکنید به همین مدلی که برای جبهه پایداری پیش اومد. جبهه پایداری اون 2-3 روزی که قبل از اینکه شورای نگهبان اعلام بکنه استارت زدن یک حرکتی رو برای تخریب جلیلی، که اولین بار اونها اومدن وسط، حتی هنوز بخش از اپوزیسیون هم خیلی به این قضیه اساس نشده بودن، که بی اعتبار کنن که جلیلی سابقه اجرایی نداره، جلیلی سابقه مدیریتی ارشد نداشته و فاقد توانایی هست. آقای مصباح یعزی تمامقد اومد گفتش که نه، باید لنکرانی بمونه تا آخر. چرا فکر میکنید خب اصرار داشت به لنکرانی در مقابل؟ به خاطر اینکه حالا اتفاقا حالا تو بحث‌های دیگه شد، به نظر من آقای مصباح هم از بازندگان این به اصطلاح اعلام نتایج شورای نگهبان بود. یعنی اون اومده بود که یک جهش خودش رو بزنه. ببینید اساسا لنکرانی رو مصباح حجب پایداری کشید بیرون، ممکن بود جلیلی، یعنی بخش از اونها مدافع جلیلی هم بودن، و بعد جلسه که برای اعلام اون بود، این آقای لنکرانی رفت زانو زد در برابر مصباح. یعنی قرار بعد از این مصباح حداقل به عنوان رهبر معنوی رئیس جمهور باشه. اینجا به نظرم اونجایی بود که به هر حال آقای خامنه ای رو نگران کرد و اساساً این، یعنی احساس کرد که حالا مصباح میخواد جایگاه سیاسی خودش رو بیاره بالاتر از اون چیزی که بوده، و طبیعی بود که از این منظر لنکرانی ضربه خود به رفت کنار به نظر من. اما همین مدل اینهایی که اینجوری تمام قد اومده بودن، بعد از یه ملاقاتی که شهریه مداری رفت در قم و به یک باره آقای لنکرانی رفت کنار. لنکرانی که از اول اومده بود میگفت ائتلاف بی‌معناست، وحدت کاندیداها بی‌معناست، هر کی بود خودش رو بگه، اصلا ما برای رأی آوردن نیومدیم، ما اومدیم حضور گفتمانی داشته باشیم. یعنی این بحث رو شهریه مداری به آقای مصباح گفته که کاندیدای به قول معروف آقا جلیلی اشاراتی شده که الان خطرناکه. ببینید اینا رو کدای بیرونیش اینه، تعدد کاندیداها خاص دشمنه، حالا در از خود نظام اولین راه انداخت این نهضت ثبت نام و نهضت کاندیداتوری رو، و با همون کدها هست که ما می‌بینیم به شکل غیر طبیعی لنکرانی میره کنار. زاکانی موفق نشدن در شورای نگهبان رد میشه، خودش هم بعداً گفت من رقمی که من خواسته بودم، ولی اون هم وقتی فضا ساخته میشه میاد تشکر میکنه شورای نگهبان که اونو رد صلاحیت کردن. یعنی اینا واقعا یکی از شگفتی‌هایی است که بعدا در تاریخ باید بنویسن اینها رو همه رو.
بعد میام جلوتر، من پیش بینی این است که این حرف حد داد، به هر حد داد ما رابطه نزدیک با بیت داره، میتونه آغاز فرایندی باشه که این سه نفر هم در نهایت به نفع جلیلی برن کنار و دیگه اون صحنه یا آخر رقابت ها بشه بینه جلیلی در است، بین دو کاندیدی که از اصلاح طلبها هستن، محسن رضایی و قرضی. این یک احتمال هست، به شرط اینکه یعنی اگر بپذیریم که این اراده که پشت جلیلی اومده تا آخر هم خواهد بود. اما حالا چرا این چیز رو میگن؟ آقای خامنه‌ای در سالهای اخیر وزن مسائل منطقه‌ای و جهانی رو در تصمیم‌گیری‌های نظام برده بالا. یعنی اساساً ایشون در ذهنیتش این هستش که نیش مشکلی در داخل نیست و جمهوری اسلامی در آستانه تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای و جهانی هست و باید سیاستاشو حول اون ببره جلو. سعید جلیلی کسی است که داره این سیاست‌ها رو محمل اجرایی اون هست، نماد این سیاست‌ها است. به نظرم از این منظر کار خواهند کرد و شکست اون رو به معنای تضعیف شدن سیاست‌های هسته‌ای، سیاست خارجی جمهوری اسلامی میگن و به این ترتیب افراد میرن کنار، ولی اصلا بحث اقناع نیست، فرایندم طبیعی نخواهد بود. این پایان، اونطور که آقای افشاری گفتن، پایان روحانیت آخر زمانی، پایان مصباح این داستانی که اتفاق افتاد و تحمیل جلیلی به مصباح یزدی؟ من از من اینطور هست، یعنی آغاز جدایی آقای خامنه‌ای و آقای مصباح هست. یعنی اینجا جاییست که کاملا خودشون نشون داد. آقای مصباح یکی از پدیده‌های غریب در روحانیت بعد از انقلاب بود و اگر ما در مسائل مذهبی قلات داریم و قالیان داریم و کسایی که معتقد هستن ولی غلو میکنن، آقای مصباح جز قالیان سیاسی بود، روحانیت غلو کننده بود در مورد جمهوری اسلامی. خب روحانیتی که طرفدار حکومتن زیادن، ولی ایشون میگه چون دیر هم اومده بود و اصولا زمان رهبری آقای خمینی که در انقلاب که مشارکت نداشت، زمان جنگ هم که مخالف جنگ بود، بعد از اینکه آقای خامنه ای منصوب شد به رهبری، ایشون به کاروان جمهوری اسلامی پیوست، خیلی تندروی میکرد. در حقیقت یه چیزی شبیه آقای آذری قمی که با آقای خمینی نمیساخت، ولی آقای خامنه ای که رهبر شد گفت ولایت فقیه بالاتر از توحید هست و ولی فقیه میتونه اصل توحید رو هم تعطیل بکنه. و بعدم سرانجامش رو دیدیم، بعد دوباره چند سال بعد گفت آقای خامنه‌ای صلاحیت مرجعیت و ولایت نداره، از عدالت هم ساقط شده و سرانجام بسیار تلخی پیدا کرد. جالبه به کسی که اونجور به پابوس آقای خامنه‌ای رفت چنین سرنوشتی پیدا میکنه. همینطوری، یعنی آدم‌هایی هستن که تعادل شخصیتی ندارن، ثبات سیاسی ندارن. آقای مصباح اصولا آدم تند مزاجی است، در داوری‌هاش بسیار شتاب زده و لوف کننده است. هر چیزی رو که بهش اعتقاد داره یا بهش اعتقاد نداره خیلی پررنگ و غلیظ ازش. مثلا یکی از صحبتایی که ایشون کرد اخیراً این که اگر کسی ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه مشرکه. یا همین صحبتی که شما گذاشتین در مورد آقای باقری لنکرانی که من حمایت این شهادت از خودم و برگ زرنی در خب این حتی یه جایی من خوندم اشتباه نکنم گفته بود که من 10 سال 17 سال پیش من تو ذهنم این بود آقای لنکرانی بیاد، حتی قبل از اینکه یه چیزی، یعنی قبل از احمدی نژاد ظاهرا ایشون ترجیحش به آقای لنکرانی. ببینید آقای مصباح در این 20 سال گذشته یک رشد جهشی کرد از نظر بالا رفتن از نردبان قدرت، اما به موازات اینکه به آقای خامنه‌ای سعی که خودشو نزدیک کنه، حتی از روحانیت حکومتی هم دورتر میشد. آقای مصباح 20 ساله که در حوزه نه تدریس میکنه، چون قبلا ایشون تدریس میکرد، اسفار میگفت، اشارات رو تدریس میکرد، فلسفه خوبی مدرس خوبی بود برای فلسفه، ولی از 20 و چند سال پیش که آقای خامنه‌ای اومد ایشون تدریس رو گذاشت کنار، وارد کار تشکیلاتی شد و از نظر سیاسی حتی بین روحانیون حکومتی منزوی است، چون یه آدم رادیکال تندروی بی محاسبه و بی تدبیر هست و تندخو و این باعث شده که حتی روحانیت حکومتی هم فاصله خودشون رو با اون حفظ کنن. آقای مصباح در قم در انزوا به سر میبره و از حالا به بعد باید انتظار داشت که یک همچین آدم تندخویی و به اصطلاح مبالغه کننده یک جهش سریع به اون طرف پیدا بکنه. یعنی ممکنه همیشون مثل آقای آذری قمی یه روزی بگه که آقای خامنه‌ای اصلا عدالت نداره و سرنوشت بسیار بدی پیدا کنه، همونطوری که آقای احمدی نژاد کسی که مورد حمایت او هم بود از اون طرف پشت بوم به این طرف پشت